سرخط خبرها. سقوط یک گل سولی دیگر. قیصار به دست طالبان افتاد. بیش از 100 سرباز به اسارت در آمدند. ولسوالی گیزاب روزگان به دست طالبان سقوط کرد. عملیات بازداشت نورسکندری در پروان جریان دارد و همچنان در پایان. داود عابدی نماینده طالبان در امریکا: دروازه جنت در دروازه های کابل است و هر کسی که می خواهد به جنت برود با پوسته های اطراف دروازه کابل باید بجنگند. به نام یاد خدا و با عرض سلام به یک زیگر از ویدیوهای کانال جندال انفو خوش آمدید. مقام های محلی ولایت فاریاب از سقوط ولسوالی قیصار این ولایت به دست طالبان و افتادن بیش از 100 نیروی امنیتی در اسارت این گروه خبر می دهند. با گزارش اسپوتنیک، شماره از اعضای شورای ولایتی فاریاب می گویند که پس از سقوط مقر فرماندهی پلیس ولسوالی قیصار، تعمیر ولسوالی و قریه کوین ولسوالی نیز به دست طالبان سقوط کرده و بیش از 100 سرباز به اسارت طالبان در آمدند. اما حکومت هنوز در برابر این وضعیت خاموش اختیار کرده است. نادر سعیدی عضو شورای ولایتی فاریاب با تایید این رویداد بر رسانه ها گفته است نرسیدن کمک سبب شده تا تعمیر ولسوالی قیصار شب گذشته و قریه کوین ولسوالی ساعت 9 صبح امروز به دست طالبان سقوط کند و افزود که تای سقوط این دو ساعه بیش از 100 سرباز به اسارت طالبان در آمدند. این عضو شورای ولایتی فاریاب دولت و مسئولان امنیتی را به بی‌توجهی در برابر وضعیت قیصار متهم کرده و گفت قماندان قول اردو در حال حاضر در فاریاب است، اما پیلوت ها از امر او اطاعت نمی کنند و نیروهای امنیتی با هم هماهنگی ندارند. سعیدی هشدار داد که اگر وضعیت چنین ادامه یابد شهر میمنه نیز به دست طالبان سقوط خواهد کرد. این در حال است که یک شب قبل یک شنبه شب 15 جوزا سال جاری تعمیر فرماندهی پلیس قیصار به دست طالبان سقوط کرد که تای آن فرمانده پلیس و 15 سرباز امنیتی شهید و 30 تنشان اسیر طالبان گردید. ولسوالی گیزاب روزگان به دست طالبان سقوط کرد. مقام های محلی روزگان از عقب نشینی تکتیکی نیروهای دولتی از ولسوالی گیزاب این ولایت خبر دادند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، عمر شیرزاد والی روزگان در پیامی به خبرنگاران گفت که طالبان شب گذشته یک شنبه 16 جوزا بر مرکز ولسوالی چوره حمله کردند. او گفت که در این حمله تا کنون 4 نفر از نیروهای دولتی و 15 نفر از جنگجویان طالبان کشته شدند. والی روزگان افزود که مقاومت شدید نیروهای دولتی در چوره جریان دارد و همزمان نیروهای کماندو به ساحه رسیدند. شیرزاد علاوه کرد که طالبان همچنین بر مرکز ولسوالی چنارتاو نیز حمله کرده و در حال حاضر با نیروهای دولتی درگیر هستند. والی روزگان همچنین تاکید کرد که نیروهای امنیتی از ولسوالی گیزا به قبنشینی کرده و به جای امن منتقل شدند. او تاکید کرد که نیروهای دولتی از قبنشینی مصون داشتند. دیروز نیروهای دولتی از مرکز ولسوالی شهرک غور نیز عقب‌نشینی تاکتیکی کردند. عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور در گفتگو با رسانه ها خبر سقوط ولسوالی شهرک را تایید کرده و گفته است که نیروهای دولتی بدون جنگ عقب‌نشینی کردند. طی هفته های اخیر چندین ولسوالی در شمار از ولایات به دست طالبان افتاده است. این رویداد نگرانی ها درباره وضعیت امنیتی افغانستان را تجدید کرده است. عملیات بازداشت نورسکندری در پروان جریان دارد. مقام های امنیتی پروان در شمال کشور می گوید که عملیات بازداشت نورسکندری که متهم به قتل یک جوان در ولسوالی جبلسراج پروان بوده است ادامه دارد. عبدالرؤوف روزگانی فرمانده پلیس پروان امروز دوشنبه 17 جوزا با بخدی گفت که در پیوند به قتل یک جوان در ولسوالی جبلسراج یک تن از محافظان نورسکندری بازداشت شده و عملیات دستگیری آقای سکندری نیز ادامه دارد. به گفته آقای روزگانی، محافظ بازداشت شده آقای سکندری به قتل این جوان اعتراف کرده است. او می افزاید که پلیس پروان در تلاش است تا آقای سکندری را از جای گفتگو و پایین آوردن تلفات بازداشت کند. گفته می شود آقای سکندری در ساحه موجود نیست و گمانزنی های وجود دارد که آقای سکندری از ساحه فرار کرده است.
آقای روزگاری تاکید میکند که شورای کابل شمال که از روز گذشته از سوی معترضان به قتل این جوان بسته شده بود دوباره بازگشایی شده است و رفت و آمد جری آن دارد. قابل یادآوری است که دو روز قبل گزارش‌ها از ولایت پروان پخش شد که یک جوان از سوی افراد نورسکندری مشاور شورای عالی مصالحه ملی به قتل رسیده است. در پی بخش این خبر باشندگان ولسوالی جبل‌سراج پروان دست به اعتراض گسترده زدند و خواستار بازداشت آقای نورسکندری شدند. آقای سکندری در واکنش به این اعتراضات گفته بود که این جوان قصد این ترور را داشته و یکی از محافظین او را نیز زخمی کرده است. این گفته های آقای نورسکندری از سوی مقامات امنیتی پروان رد شده است. آقای نورسکندری مشاور شورای عالی مصالحه ملی است. باشندگان ولی جبل‌سراج میگویند که آقای سکندری یکی از زورمندان محلی است که باشندگان جبل‌سراج که مردم این ولسوالی را همواره تهدید کرده و باجگیری میکند. به نقل از فیسبوک احمد طارق یزدان پرست، داود عابدی نماینده طالبان در امریکا: دروازه جنت در دروازه های کابل است و هر کسی که میخواهد به جنت برود با پوسته های اطراف دروازه های کابل باید بجنگند. خود بزرگ بینی طالبان و ارزش ندادن این گروه به فیصله های جهانی. یک مقام ارشد طالبان به شرط افشا نشدن نامش گفته که این گروه با این شرایط که نشست استانبول باید کوتاه مدت باشد، هیئت طالبان باید با این رتبه باشد و اجندای آن نباید شامل تصمیم گیری درباره موضوعات مهم باشد شرکت می کند. این مقام ارشد طالبان در این باره گفته رهبر ما پیشنهاد می کند که نشست استانبول نباید از 3 روز طولانی باشد. اکبر جمشیدی عضو مجلس نمایندگان به این باور است که طالبان تصمیم گیرنده نهایی نیستند و بیشتر به خواست و میل کشورهای همسایه و منطقه عمل میکنند. وی گفت نشست استانبول یک نشست خیلی امیدوار کننده به نظر می رسید و مردم افغانستان امیدوار بودند توافق صلح صورت بگیرد، اما عدم حضور طالبان در این نشست که باعث شد این نشست مهم به تأخیر بیفتد و حالا که طالبان با 3 پیش شرط قرار است اشتراک کنند، این موضوع نشان می دهد که طالبان خیلی به پروسه صلح افغانی باورمند نیستند. این عضو مجلس با اشاره به این که طالبان بیشتر به خواست میل کشورهای همسایه و بازیگران منطقه‌ای عمل میکنند گفت به نظر من چنین موضع‌گیری با حاشیه کشاندن و سپوداش کردن پروسه صلح معنا میدهد. از سوی دیگر برناسالی آگاه امور سیاسی نیست از کمرنگ شدن اهمیت نشست استانبول میگوید. با باور او نشست استانبول آنچنان که انتظار میرفت مهم باشد، حالا به دلیل این که طالبان در تاریخ مشخص شده در این نشست اشتراک نمی کنند و حالا هم علاقه به اشتراک ندارند کمرنگ شده است. آقای سالی در ادامه می گوید این که یک مقام ارشد طالبان چنین بحث را مطرح می کند نشان از بیمیلی طالبان به این نشست می باشد. طالبان حتی در قطر هم به گونه سمبولیک مذاکره می کنند و باور دارند که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان توانایی شکست نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را دارد. آیا با چنین شرایط طالبان نیاز برای برگزاری نشست استانبول باقی می‌ماند؟